اعلان نتایج شوراهای ولایتی بعد از ماه‌ها تأخیر. کمترین نعرهای کاندید مردا که بسیار جالب است برای همه ما شما دو بودند. یک کسی دو هم برده. هشدار دادستانی کل بر فراری های کابل بانک. من منتظر کیفر اعمال شم، منتظر فیصله محکمه به صورت عدلانه من انتظار دارم. و نگرانی های جهانی بعد حرکات داعش. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شبتان بخیر. امروز شنبه 3 عقرب سال 1393 خورشیدی است که برابر می شود با 25 اکتبر سال 2014 میلادی. پریسا ابراهیمی هستم تا نیم ساعت دیگر با تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان با شما. کمیسیون مستقل انتخابات نتایج نهایی انتخابات شوراهای ولایتی را پس از ماه‌ها تأخیر اعلام کرد. احمد یوسف نورستانی رئیس این کمیسیون میگوید که از دست کم 2600 نامزدی که در انتخابات 16 حمل اشتراک کرده بودند، 458 تن به شوراهای ولایتی 34 ولایت راه یافتند که از جمله 97 تن آنها زنان هستند. بالاخره پس از بیش از 7 ماه انتظار نتایج انتخابات شورای ولایتی اعلام شد. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که دلیل تأخیر در اعلام نتایج انتخابات شورای ولایتی و گذاشتن به بررسی ادعاهای تقلب در این انتخابات و همچنین انتخابات ریاست جمهوری بود. در این انتخابات از مجموع 2591 نامزد 458 تن به شورای ولایتی راه یافتند. مجموع تمام کاندیدان برنده 458 نفر بوده، یعنی 457 تا 58 کرسی در سرتاسر کشور در 34 ولایت برای شورای ولایتی اختصاص داده شده که از جمله 458 کرسی 97 کرسی را برنده ایشان خانم ها بودن، 361 کرسی و مردا تعلق گرفتن. از سوی هم آقای نورستانی تاکید میکند که تا هنوز هم برای برگزاری انتخابات شفاف در کشور زمینه بهتر وجود ندارد. آمار دقیق واجد شرایط رای دهنده را نداشته باشیم، یک لیست رای دهنده را در حوزه معینش نداشته باشیم، اینمی جار و جنجال ای چالش های تخلف و تقطی و تقلب و دیگه پیدا میکن. در همین حال آقای نورستانی یادآور می شود که آنها از هر نوع اصلاحات انتخاباتی مبنی بر قانون اساسی و قانون انتخابات استقبال می کنند. اگر دکتر صاحب عبدالله یا دولت جمهوری اسلامی موجوده در کمیسیون یا در دیگر نهادها اصلاحات می آورند، ما او را به گرمی استقبال می کنیم، ولی مطابق قانون باشد، چیزی که در قانون اساسی قانون انتخابات است. نتایج انتخابات شورای ولایتی در حال اعلام می شود که انتقادها و گمانه‌زنی های فراوانی درباره این انتخابات از سوی منتقدان و نامزادهای معترض مطرح شده است. در آینده نزدیک کمیسیون برای تغییرات در نظام انتخاباتی ایجاد خواهد شد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت میگوید مسئولیت ایجاد این کمیسیون بر ریاست اجرایی سپرده شده و به زودی اصلاحات در ساختار و نظام انتخاباتی به میان خواهد آمد. نصرت پارسا در این باره گزارش می‌دهد. عبدالله عبدالله در نشست با شمار بزرگان شمال کابل از آغاز تلاش ها برای آوردن اصلاحات در ساختار انتخاباتی سخن میزند. اصلاحاتی که برای به میان آمدن آن در نخستین گام کمیسیون تشکیل خواهد شد. این تعهد ما داریم و این مسئولیت مستقیم ریاست اجرایی به عهده دارد. انشاءالله در اولین فرصت کمیسیونی که پیش بینی شده در موافقتنامه سیاسی ایجاد میشه. حالا که حدود 1 ماه از پایان جنجال های انتخاباتی میگذرد، هنوز هم اظهارات دوران مبارزات انتخاباتی سر زبان هاست. محمد محقق هرچند تیم اصلاحات و همگرایی را تیم قوی مردمی میداند، تشکیل حکومت وحدت ملی را هم دستاورد مهم میخواند. خب ما خو یک تیم زیاد از نگاه مردمی قوی، ولی از نگاه ربط ارتباطات بسیار دنیا کمکی ضعیفتر بودیم. خب یک کمی کمپیسه هم بودیم. شما میگه که اگر چه فرش من از بوریاست تنه مزن، چرا که خوابگه شیر در نیستان است.
رئیس اجرایی در این نشست حکومت وحدت ملی را یک تیم واحد می‌داند و می‌گوید در 5 سال آینده در زمینه‌های حاکمیت قانون، تأمین امنیت، انکشاف متوازن و برقراری صلح عادلانه تلاش خواهند کرد. مجلس نمایندگان خواهان تعدیل در قانون تشکیل و صلاحیت‌های قانون انتخابات شد. آنان میگند تا زمانی که در کمیسیون انتخابات اصلاحات رونما نگردد، انتخابات پارلمانی نیز با مشکلات و چالش‌ها مواجه خواهد شد. آنان از حکومت جدید میخواهند تا انتخابات پارلمانی را مطابق قانون اساسی در موقع آن برگزار کند. عبدالعزیز کریمی با شرح بیشترین خبر. آجندای روز شنبه مجلس نمایندگان بحث روی کارکرد کمیسیون های انتخاباتی بود. اعضای این مجلس کارکرد این کمیسیون را در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی مورد انتقاد قرار دادند. آنان میگویند اعضای این کمیسیون باعث به چالش کشاندن انتخابات در کشور شده است. قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون انتخابات باید تعدیل شود و هر نوع انتصاب و انتخابی که بر کمیشنر ها و یا کارمندان دائمی و موقتی کمیسیون انتخابات صورت میگیره به اساس قانون تشکیل و صلاحیت‌های جدید کمیسیون انتخابات صورت بگیره. جناب رئیس جمهور و رئیس محترم اجرایی به خاطر برگشتاندن اعتماد مردم و پیشگیری از مشکلات آینده هر چه زودتر اصلاحات را در ساختار و قانون انتخابات وارد نمایند، جهت طی مراحل به ولسی جرگه بفرستند. مجلس نمایندگان از حکومت وحدت ملی خواست تا هر چه زودتر به خاطر انتخابات به موقع پارلمانی دست به کار شوند. اما شمار از اعضای مجلس نمایندگان میگویند تا زمانی که تذکره الکترونیکی به شهروندان توزیع نگردد، برگزاری انتخابات پارلمانی امکان پذیر نیست. در هغه وخت پورې الکترونیکی تذکره رسب نه توزیع شوی، انتخابات د منلو وړ نه دي. د انتخابات په کمیسیون کې تجدید نظر ونسی، د منلو وړ نه دي. توزیع تذکره الکترونیک معیار رایدهی یا تثبیت هویت بر انتخابات توزیع تذکره الکترونیک بوده باشد. این در حال است که رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی در دیدار با هیئت اداری مجلس نمایندگان گفته است که توزیع تذکره های الکترونیکی در اولویت کاری وی قرار دارد. به گفته رئیس جمهور احمدزی، وزارت های داخله و مخابرات توانایی توزیع تذکره الکترونیکی را ندارد. بنابراین توزیع تذکره الکترونیکی جزء کارهای ریاست جمهوری خواهد بود. محمد اسحاق علیکو دادستان کل کشور هشدار می‌دهد در صورتی که متهمان باقی مانده پرونده کابل بانک در نشست قضایی محکمه استیناف حاضر نشوند، در غیاب آنان حکم صادر خواهد شد. و از تمامی متهمان این پرونده می‌خواهد برای جلوگیری از مجازات بیشتر باید در این نشست شرکت کنند. آقای علیکو همچنان بر مجازات عادلانه این متهمان تاکید کرده، قدیر فطرت رئیس کابل بانک پیشین را عامل اساسی بحران این بانک می‌داند. گزارش ببینید از فواد ناصری. پرونده فساد مالی کابل بانک در سومین روز کاری رئیس جمهوری کشور بازگشایی شد و دادستانی کل را مکلف و حل و فصل آن تا 45 روز ساخت. اما با آنکه بیش از 3 هفته از تعیین این ضرب الاجل می‌گذرد، تا کنون تنها 7 متهم پرونده کابل بانک دستگیر شدند. دادستان کل کشور اما به متهمان فراری این پرونده گرسنه می کند که اگر در نشست قضایی محکمه استیناف حضور نیابند، در عدم حضورشان محکمه فیصله خواهد کرد. ما منتظر کیفر اعمالشان، منتظر فیصله محکمه به صورت عادلانه ما انتظار داریم. دادستان کل کشور که موجودیت فساد در اداره تحت امرش را می پذیرد، عبدالقدیر فطرت رئیس پیشین کابل بانک را عامل اساسی بحرانی شدن این بانک می داند. اگر عزیز شما خود می تواند که بازی ها بگوید، دلائلی که نزیازی ها موجود است، وکیل خود اگر خودشان با یک وکیل انتخاب می کنند، خوب اگر نمی کنند، حکومت، دولت، وزارت عدلیه می دانند برای یک وکیل، به هر صورت بودنش به خیرشان است. کابل بانک با سرمایه 5 میلیون دلاری در جنوری سال 2004 آغاز به فعالیت کرد. اما در سال 2010 سهامداران اصلی این بانک که مسئولیت اداره آن را نیز بر دوش داشتند، با بیرون کردن بیش از 900 میلیون دلار ورشکست شد. اما در مدت بیش از 3 سال که از سقوط آن می‌گذرد، تنها نزدیک به 200 میلیون دلار از بدهی‌های این بانک حصول شده است.
دادستان کل کشور تاکید دارد که 5 وزیر پیشین متهم به فساد که پرونده هایشان به دادگاه عالی فرستاده شده میلیون ها دلار را اختلاس کردند. محمد اسحاق علی کو میگوید در مورد دست داشتن این وزرا اسناد موثق وجود داشته و باید دادگاه ویژه حکم بازداشت را بالای آنان صادر کند. اما امین فرهنگ وزیر پیشین تجارت که در میان این متهمان است دادستانی کل را به شخصیت کشی سیاسی متهم کرده و این اتهامات را به اساس میداند. گزارش رو ببینید باز هم از فواد ناصری. محمد امین فرهنگ وزیر پیشین تجارت، عنایت الله قاسمی و حمید الله قادری وزرای پیشین ترانسپورت و هوانوردی، صدیق شان وزیر پیشین معادن و صنایع و جلیل شمس وزیر پیشین اقتصاد از وزرایند که از سوی دادستانی کل متهم به فساد اداری و سوی استفاده از صلاحیت های کاری بوده و پرونده هایشان به دادگاه عالی فرستاده شده است. دادستان کل کشور این وزرا را به دزدیدن میلیون ها دلار متهم کرده و بر حبس آنان از سوی محکمه ویژه تاکید می کند. بروی اسناد ما تصمیم می گیریم و بروی اسناد ما باور داریم که محکمه دعوی چرنواله، جمعی چرنواله تایید کنه و سریجا یک حکم حبس را صادر کنه. محمد امین فرهنگ وزیر پیشین تجارت و یکی از این متهمان میگوید 4 سال پیش نیز چنین اتهام علیه او وارد شده و او همواره حاضر به پاسخگویی در این زمینه است. آقای فرهنگ این اتهامات را به اساس میداند بر برگزاری زود هنگام دادگاه ویژه برای بررسی این اتهامات تاکید دارد. ادعای بی بنیادش در موقعش باز من اقدام خواهد کردم. حال فعلا این گفتار جدیدش است که من ایره با قاطعیت رد میکنم. بازخوانی پرونده های مقامات بلندپایه پیشین حکومتی پس از سرگیری پرونده کابل بانک دومین اقدام است که دادستانی کل در نخستین روزهای کاری حکومت رئیس جمهور غنی روی دست گرفته است. داعش نه تنها تهدید به عراق و سوریه بل تهدید به منطقه و غرب نیز هست. جزئیات بیشتر این خبر تا دقایق بعد پس از وقفه کوتاه بیننده باشید. وزیر خارجه فرانسه داعش را نه تنها تهدید به عراق و سوریه بلکه تهدیدی به منطقه و غرب می‌خواند. این در حالی است که همزمان با ادامه حملات هوایی ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا بر مواضع داعش در سوریه و عراق، رئیس جمهور روسیه آمریکا را متهم به تخریب نظم جهانی می‌کند. رئیس جمهور روسیه می‌گوید که آمریکا با ایجاد دیکتاتوری یک‌جانبه جهان را ناامن‌تر ساخته است. رویداد اقتصادی هم پس از وقفه کوتاه تقدیمتان می‌گردد، با ما باشید. وزارت معادن افغانستان از اجرای شدن طرح جلوگیری از استخراج غیرقانونی معادن زغال سنگ در کشور سخن میگوید و گفته این مسئولان آن عده از معادن زغال سنگ که از سوی این وزارت تشخیص و تثبیت شده نظارت ها از چگونگی کار معیاری بالای این معادن بررسی خواهد شد. گزارشی ببینید از نعمت الله احمدی همکارم. افزایش معادن طبیعی در کشور تا استخراج غیرقانونی آن توسط زورمندان. مسئولان در وزارت معادن میگویند به زودی جلو استخراج خودسر زغال سنگ را از کشور خواهند گرفت. گفته می شود زغال سنگ از صدها صف در بخش های مختلف ولایت های شمالی به صورت غیر فنی استخراج می شود که در برخی موارد مخالفان مسلح دولت نیز از آن تمویل می شوند. سخنگوی این وزارت میگوید معادنی که به شکل قانونی از سوی سکتور خصوصی استخراج می شود آنها به دولت تکس می پردازند. به گفته وی در سه ربع اول امسال از معادن کشور بیش از 64 میلیون افغانی افزایش عواید داشته اند. آن عده از معادنی که پیش وزارت معادن تثبیت شده است، ظواهر معدنی و مطالعات تکنیکی و علمیش تکمیل شده، وزارت معادن بالای از معادن زغال سنگ نظارت مستمر و متداوم دارد. از سوی دیگر برخی از آگاهان اقتصادی میگویند با تطبیق شدن کار استخراج معادن زمینه کار برای افراد کارگر مساعد خواهد شد. به گفته این آگاهان اگر پروسس معادن در داخل کشور صورت بگیرد
عواید معادن چند برابر خواهد گردید؟ اگر اینا هر دو اراده کنند برای یک همگرایی که این امور سازمان بدن مدیریت کنند، یک احتمال موفقیت وجود دارد. مقام ها در این وزارت میگویند تمام معادنی که به صورت غیر قانونی استخراج می شوند از سوی این وزارت شناسایی و کار آن متوقف خواهد شد. و حالا هم توجه کنیم به نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار آمریکایی 57 افغانی و 80 پول، یک یورو 73 افغانی، یک پوند انگلیسی 91 افغانی و 70 پول، یک درهم امارات 15 افغانی و 60 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 560 افغانی پیش بینی شده است. و برای ارائه رویدادهای ورزشی هم همکارم علی کاظمی در استودیو با ماست. علی خوش آمدید. تشکر، سلام خدمت شما، خدمت شما بیننده‌های عزیز و همچنان خبرهای ورزشی مانند همیشه بعد از وقفه کوتاه. با سلام مجدد خوش آمدید به خبرهای ورزشی. رقابت‌های لیگ برتر الف فوتبال کابل آغاز شد. این رقابت‌ها که از مدتی پیش به دلیل مصادف شدن با ماه مبارک رمضان با تعطیلات مواجه شده بود، بار دیگر از سوی فدراسیون فوتبال کابل راه اندازی گردید. در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کابل 14 تیم حضور دارند که به صورت لیگ و برای کسب مقام قهرمانی با هم به رقابت می‌پردازند. به گفته مسئولین فدراسیون فوتبال کابل، تیم قهرمان لیگ برتر فوتبال پایتخت جواز حضور در رقابت‌های لیگ قهرمانی فوتبال باشگاه‌های افغانستان را به دست می‌آورد و دو تیم قرنشین این لیگ نیز به لیگ الف فوتبال کابل سقوط می‌کنند. اما در لیگ الف فوتبال کابل 13 تیم حضور دارند که این تیم‌ها در دو گروه 6 و 7 تیمی با هم به رقابت می‌پردازند. در نهایت تیم‌های برتر هر گروه جواز حضور در میان 4 تیم برتر را پیدا می‌کنند و در مرحله نیمه نهایی نیز به صورت ضربدری با هم دیدار خواهند کرد. قهرمان و نایب قهرمان لیگ الف فوتبال کابل جواز حضور در لیگ برتر فوتبال پایتخت را به دست می‌آورند و دو تیم پایان جدول نیز به لیگ ب فوتبال کابل سقوط خواهند کرد. مسئولین فدراسیون فوتبال کابل هدف از برگزاری این رقابت‌ها را شناسایی افراد برتر جهت حضور در تیم‌های ملی در رده‌های مختلف سنی عنوان می‌کنند. خب واقعاً هر این معمول است در تمام کشورهای جهان که زمانی که ترینر از یک تیمی که تا زمانی که میتونه استفاده کنه و نتایج داشته باشه، وقتی که ببینه تیم بازیکنایش ضعیف میشه و نمیتونه نتیجه خوب از مسابقات بگیره، حتما اون تیم منحل میشه و توجه به جوانای تازه که به فوتبال روی میاره میشه استفاده میشه. این برنامه مسابقاتی که ما در کابل گرفتیم و مسابقات کلاب‌های قهرمانی افغانستان تا چند روز دیگه شروع میشه، هدف برگزاری از این مسابقات هدف خاص از اویی است که ما بتانیم بهترین بازیکنان را برای تیم ملی فوتبال کشور خود انتخاب کنیم. و در نهایت اینکه رقابت‌های انتخابی تیم ملی تنیس با برگزاری 5 دیدار دیگر ادامه پیدا کرد. در این رقابت‌ها که میان 15 تنیس باز برتر از دو ولایت کابل و هرات برگزار می‌شود، دلاغا موفق شد که در یک بازی نزدیک از سید احمد شاه بگذرد. غلام صدیق مغلوب نصیر شد و در دیگر دیدارهای برگزار شده نیز سید احمد موفق شد که قادر را از پیش روی بردارد. فردین بر نجیم غلبه کرد و در آخرین دیدار برگزار شده نیز معراج و سلیم در برابر هم قرار گرفتند که در نهایت سلیم موفق به پیروزی گردید. به نوبه گفته مسئولین فدراسیون تنیس، قرار بود که ورزشکاران ولایت‌های بلخ و غزنی و بامیان نیز در رقابت‌های انتخابی تیم ملی تنیس حضور پیدا کنند. در پایان این رقابت‌ها 9 تنیس باز برتر جواز حضور در تیم ملی تنیس افغانستان را به دست می‌آورند. با سپاس و حال وضعیت آب و هوای کشور با همکارم پریسا. بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 7. هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 9. مزار شریف نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 12. جلال آباد آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 16. کندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 13. و سرانجام غزنی آفتابی، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 7 پیش بینی شده است. از امروز ما خبرهای این ساعت سپاسگزارم. شبتان خوش، خداوند نگهدارتان. وقتتان بخیر.